نخست وزیر ژاپن روز یک شنبه طی سخنانی با بیان این موضوع که تصویری که به نظر می رسد جسد هارونا یوکاوا گروگان ژاپنی را نشان می دهد به احتمال زیاد معتبر است خواهان آزادی فوری کنجیگوتو دیگر ژاپنی گروگان گرفته شده توسط داعش شد آقای آبه گفت این یک عمل ظالمانه و غیر قابل قبول است و حسی قوی از خشم را در من به وجود می آورد. ما به شدت آنچه را که اتفاق افتاده محکوم می کنیم و می خواهیم که به دیگر گروگان ژاپنی آسیبی وارد نشود و قویین می خواهیم که او هر چه سریعتر آزاد شود. گروگان دوم کنجی گوتو یک روزنامه نگار ژاپنی است که در ماه اکتبر توسط نیروهای داعش در سوریه اسیر شده بود. حادثه گروگانگیری شهروندان ژاپنی واکنش گسترده کاربران اینترنتی را در پی داشت. آنها در صفحات اجتماعی خواهان آزادی کنجیگوتو گوتو شدند. نیروهای داعش به دولت ژاپن سه روز فرصت داده بودند تا با پرداخت مبلغ 200 میلیون دلار امکان آزادی هر دو گروگان را فراهم کنند.